نویسندگان طرفدار رضا شاه در مجلات و روزنامه‌جات از راه آهن به عنوان راه نجات یاد کرده و مردم را به حمایت از ساخت آن تشویق کردند. رضا شاه برخلاف نظر مهندسین و اهل فن که ساخت راه آهنی از شرق به غرب را به صلاح مملکت می‌دانستند، کار ساخت راه آهن جنوب به شمال را آغاز کشید. سه سال بعد از افتتاح آن راه نجات، اما همان روزنامه جات و همان رادیویی که قرار بود وسیله‌ای در دست حکومت برای پرورش افکار باشد، به یک بار خبر استعفای رضا شاه و اشغال کشور ایران توسط متفقین را اعلام کرد، خبری که به واسطه آن آزادی کوتاهی برای نوشتن حقیقت پیدا شد. شاه تشریف آوردند و متغیرانه فرمودند دوسیه نفت چه شد؟ گفته شد حاضر است. دوسیه را برداشتند، انداختند توی بخاری و فرمودند نمی روید تا امتیاز نفت را لغو کنید. قراردادی که در پنجم آذر سال 1313 شمسی به دست رضا شاه در آتش بخاری سوخت، اولین قرارداد نفتی ایران محسوب شده که شخص مظفرالدین شاه قاجار با ویلیام ناکس دارسی تاجر انگلیسی امضا کرده که به مدت 6 سال اجازه کشف نفت و استخراج و فروش آن را به کاشفان بریتانیایی طلای سیاه واگذار می‌کرد. استخراجی که تنها 16% سود آن به نفع صاحبان حقیقی نفت نوشته شده بود و البته که محاسبه همان 16% کذایی هم به دست همان کاشفان انجام می شد. انگلستان چه منافعی در ایران داره؟ 1901 شخصی به نام دارسی یه امتیازی رو از پادشاه وقت قاجار می گیره و میاد در منطقه خوزستان به حفر چاه نفت مشغول میشه. چند سالی میگذره به نفت نمیرسه. نفت حیات اقتصادی انگلستان را زیر رو میکنه. انگلستان نفوذ باز میگم بیشتری پیدا کرد و و و رفته رفته جای پاش محکم شد، به خصوص که از اواسط این دوره نفت در اون منطقه پیدا میشه و دیگه اصلا کلن همه چیز به هم میخوره. یعنی ورود در حقیقت کمپانی های نفتی انگلیسی به این منطقه شکل اون منطقه کلن عوض میکنه. کشف نفت در مسجد سلیمان و بعد در جاهای دیگه و مناطق تحت نفوذ شیخ باعث میشه که به حال کشور و اون منطقه یک رشد فزاینده پیدا بکنه و شکل و شمایلش کلن تغییر بکنه.
در بهار سال 1287 شمسی نفت از چاهی در مسجد سلیمان فوران کرده و از دستگاه حفاری بالا زد و به این ترتیب تجارتی آغاز شد که در طی دو جنگ ملل نیروی دریایی انگلستان را از شکست حتمی نجات داد. وقتی که به نفت رسید تازه بی‌پی فهمید چه ثروتی در اختیارش قرار گرفته و هر ترتیبی باید این رو زمان قرارداد رو دو سه برابر بکنه، سهم دولت ایران رو ثابت بکنه، از بقیه شرکت‌ها بیاره بیرون، محل حل اختلافات هم از تهران ببره بیرون. دولت ایران در شرکت نفت کمترین سمت نظارتی نداشته باشه. پس از کشف نفت، اما شهر کوچک و ناشناخته آبادان و بنادر جنوب ایران به صورت همان شهرهای جواهر نشانی جلوه‌گر شدند که سالیان سال کاشفان گنج جهان در پی آن از هر صدی می‌گذشتند. پرونال، مورخ انگلیسی، در همان زمان بهترین توصیف را برای این مایه سیاه تازه یافته نوشت: نفت ایران مثل خون در رگ‌های اقتصاد بریتانیا است. و لوله‌های نفت از شاه‌های نفت تا اسکله آبادان و بعد منتقل شدن به کشتی‌های انگلستان برای دولت انگلستان اهمیت داره، چه در طول جنگ جهانی اول، چه در اقتصادش و در واقع تولیدات کارخانجات انگلستان. نفت منبع حیاتی نظام سرمایه‌داری انگلستانه. پس حفظ منابع نفت در ایران اهم وظایف عوامل انگلیس در ایران. هرچند پادشاهان قجری تصوری از سوددهی این گنج تازه یافته نداشته و البته ترجیح دادند که مبلغی بابت این کندوکاو نیروهای خارجه به دخل دولت ریخته و به ماجراهای پرزد و خورد مشروطه مشغول شوند. در زمان کشف نفت در ایران، رضاخان نیز افسری جوان بوده و با سمت مسلسلچی قشون قزاق جهت سرکوب ستارخان و باقرخان به تبریز می رفت. همین هم بود که سیاست در هم ریخته ایران توجهی به ساخت میادین نفتی و پالایشگاه‌های انگلیسی نشان نداده و به گرفت و گیری خود مشغول شده و در نبود هر گونه نیروهای حاذق ایرانی، کشور انگلستان 51% سهام شرکت نفت دارسی را خریداری کرد. در سال 1310 سهم ایران از نفت بود مثلا 1,400,000 لیره. در سال 1311 شد 300,000 لیره. رضا شاه برنامه هایی داشت واسه این نفت، برای این پول. گفت یعنی چی این؟ حداقل به اندازه سابق برنامه ریزی. حالا یک شبی گفت برید اینو باطل کنید. دوسیه، یعنی پرونده شرکت نفت رو گرفت و اینجاست که میگن این آگاهانه این کار کرد. یه پرونده قطوری بود، زمستان بود، آذر 1311، انداخت توی بخاری، همه رو سوزند. در این پرونده اسنادی وجود داشت بسیار متنوع و بسیار متعدد، دال بر اذعان و اعتراف بی پی به حقوق ملت ایران و دولت ایران. خود دولت ایران در دفتر اندیکاتور میدونست چی داشته، اما چون اصل چیزو نداشت، نامه هایی که فرستاد بود واسه بی پی و دولت انگلستان، هر ادعایی که در ژنو کرد، در دادگاه های بین المللی کرد، دولت انگلستان گفت نه، ما چنین چیزی از شما نداریم، ما چنین نامه ای به شما ندادیم. این عمل احمقانه است، یعنی انداختن پرونده نفت قطور، پرونده قطوری به داخل تنوری، تنور چی بخاری. خیلی ها به این نتیجه رسون که این توطئه آگاهانه بود برای اینکه بعدها قرارداد 1312 یا همون 1333 امضا بشه. مایه سیاهی که به قول همان مورخ انگلیسی راه خود را در فاصله 140 مایلی جزیره آبادان در ظلمت معادن پیدا می کرد و البته ثابت هم شد که خون لازم برای وجود بریتانیا است.
پس از امضای قرارداد تلخ دارسی و سکوت مجلس شورای ملی، پالایشگاهی در آبادان ساخت شد. یکی از معدود بناهایی که بریتانیایی‌ها شخصاً طراحی کرده و با هزینه دولت فخیمه ساختند. پس از ساخت این پالایشگاه و شهر مدرنی جهت اسکان مهندسین انگلیسی و کارگرانی از اقوام مختلف ایران، شهر آبادان به عنوان مکانی بین المللی رونق گرفته و در فاصله دو جنگ جهانی آباد شد. اما در همان زمان و در سفر رضا شاه به جنوب و بازدید از پالایشگاه آبادان، دولت مردان بریتانیایی به این درک تازه رسیدند که پادشاه ایران از اهمیت استراتژیک این کالای با ارزش بی اطلاع است. ولی خب درآمد ایران نفته دیگه که مرتب می رسید، ولی خب بازم ایران راضی نبود، کم بود به نسبت اون چی که شرکت نفت استفاده میکرد، ولی خب تنها درآمده 35 میلیون لیره کلن از فاصله 1300 تا 1320 ما پول نفت گرفتیم، نزدیک به 17 میلیون لیره صرف ارتش شد، 2.5 میلیون لیره صرف راه آهن شد، 800 هزار لیره صرف توسعه صنایع شد، نمیدونم 400 هزار لیره هم صرف یه چیزای دیگه شد. این کل مثلا هزینه هایی که برای ایران انجام شد، دولت کشور انجام شد از درآمد نفت، میشه 20 میلیون لیره، 15 میلیون لیره دیگه شده. اما آتش زدن قرارداد نفت دارسی توسط همان شاه باعث اعتراض دولت انگلیس به جامعه ملل شده و دبیر کل جامعه ملل در پی این شکایت از کشور ایران خواست که نمایندگانی بابت رسیدگی به این شکایت به ژنو اعزام کنند. سپس جناب علی اکبر خان داور از جانب رضا شاه به عنوان نماینده ایران به ژنو سفر کرده تا دلایل لغو قرارداد را به جامعه ملل توضیح داد. اما در حقیقت سوزاندن این قرارداد فرصتی بود برای رضا شاه تا تصویر تحت الحمایه بودن حکومت خود را در ذهن بسیاری از بین برده و امتیازهای تازه‌ای از بریتانیا بگیرد. آنطور که سید حسن تقی‌زاده در خاطراتش نوشت، با وجود اینکه رضا شاه دستور رفتن داور به ژنو را داده بود و در ظاهر تأکید بسیاری بر احقاق حقوق ملت ایران و بازپسگیری حق تسلط بر چاه‌های نفت را داشت، اما در واقع از رفتارش تزلزل نسبت به ادامه تخاصم علیه شرکت نفت مشخص بود. لذا به زودی دستور داد که با این شرکت تفاهم‌نامه‌ای امضا شود. قرارداد به مراتب بدتر از قرارداد دارسی به امضا میرسونه و در واقع 30 سال به قرارداد قبلی اضافه شد. گفت من آلت دستی بیش نبودم، اگر من بودم حتما این رو امضا نمیکردم. منتها خب چه باید کرد؟ اون موقع کسی در ایران حکومت میکرد که هیچ کس به او اراده‌ای نداشت. این عین عبارت تقی‌زاده است در مجلس 1307. بر اساس دستور تازه رضا شاه، قرارداد 1933 منعقد شده و همان روزنامه‌هایی که برای سوزاندن قرارداد قبلی جشن عمومی اعلام کرده بودند نوشتند: با عقد این قرارداد ایران امتیازاتی مثل محدود شدن حوزه عملیات شرکت و افزایش سهم ایران و رفع حق انحصاری لوله‌کشی به خلیج فارس را به دست آورده است. در حقیقت شاید شاه ایران توجه زایدی به موقعیت استراتژیک و شرایط سیاسی کشف تازه قوای بریتانیایی نداشت، اما علاقه او به ازدیاد املاک و منافع شخصی که بعدها در نوشته‌های روزنامه‌های اروپایی به تمسخر از آن یاد شده بود، باعث تمدید قرارداد یک جانبه نفت گردید. اما پر اهمیت ترین بخش قرارداد تازه که از آن به عنوان بدترین بخش نیز یاد می شود، تمدید مدت این قرارداد نفتی به مدت 32 سال دیگر بود. حالا اینجا خیلی بحثه که اون قرارداد 1933 که می بنده با شرکت نفت
چطور میشه. برای اینکه رضا شاه اول خب یه حقوق بیشتری میخواد از نسبت به قرارداد دارسی که زمان ناصری بسته شده، ولی در نهایت دوران امتیاز نفت داشت تموم میشد و با امتیازاتی که رضا شاه میده اون دوره چیز افزایش پیدا میکنه، یعنی دوره امتیاز نفت تمدید میشه به خیلی بیشتر. این امتیاز باعث و بانی مخالفت فراوان شده، بعضی از مردم را به اعتراض واداشت، زیرا اهل اندیشه با خبر بودند که دولت بریتانیا با گنجاندن این فصل تازه در واقع دولتی طولانی و مستحکم در داخل ایران تشکیل داده است. هرچند به عادت حکومت رضا شاهی مخالفان به قرارداد جدید نفتی سرکوب شدند و پس از آن هر کدام از مخالفین ادامه این قرارداد ننگین که جرأت اعتراض یا سعی در توصیه تغییراتی می نمودند به کل از صحنه سیاست محو می شدند. من جمله تیمورتاش وزیر دربار رضا شاه که سعی داشت از بازگرداندن ایران به دوره قاجار جلوگیری کرده و با کمک روس‌ها امتیازاتی برای ایران بگیرد، اما به جهت بدبینی شاه به سوی مرگ رفت. در اردیبهشت 1312 شمسی تیم مذاکره کننده انگلیسی اما پلیتیک تازه‌ای رو کرده و از دربار پهلوی خواستند که برای عرض تبریک سالگرد سلطنت به خدمت شاه رفته و با او دیدار کنند. نمایندگان بریتانیا آن روز به رضا شاه گفتند که دیگر هیچ کشوری جز انگلیس حاضر به کار در حوزه نفت ایران نیست و در حقیقت آخرین تیر را در تاریکی به سمت هدف انداختند. من رموز سیاست خارجه را بهتر از شما می دانم. تشخیص می دهم که روابط حسنه میان ایران و انگلیس تا چه حد از نظر آتیه کشورمان مهم است. لازم نیست انسان بیش از حد پایبند جزئیات فنی باشد. رضا شاه هم با گفتن این جملات پرونده را مختومه کرده و مدت زمان جدید قرارداد را 60 سال اعلام کرد. دوستان، یکی از افتخاراتی که به نام رضا شاه ثبت شده الغای قرارداد دارسی. نه بچه، قرارداد دارسی یه قرارداد کاملا استعماری بود، اما مطابق یک امر باری به هر جهت تنظیم شد. به چه معنا؟ اولا دولت ایران شد شریک صاحب امتیاز، محل حل اختلافات بین ایران و شرکت نفت تهران بود. سه، در تمامی شرکت هایی که شرکت نفت می ساخت، صاحب امتیاز می ساخت، هر شرکتی در هر جای دنیا، دولت ایران 16% درش سهیم بود. این قرارداد دارسی بود. قرارداد رضا خان زمان قرارداد دو برابر شد، سه برابر شد، از 30 سال شد 90 سال. محل حل اختلافات خارج از ایران رفت، یعنی اصلا تو دیگه نظارت دیگه نمیتونی بکنی. سه، نظارت دولت ایران بر دفاتر از بین رفت، دولت ایران هیچ نقشی دیگه در دفاتر نداشت. چهار، حتی دریافت مالیات هم بر پایه حسابهایی که خود بی پی تنظیم میکرد مویستر بود، اصلا تازه مالیات هم نمیگرفتن. پنج، دولت ایران صاحب یک سهم ثابت شد، ظاهرا 20%، اون 16% بود، این 20%، اما هیچگاه از 13% بالاتر نرفت. پس انگلستان در میان بهت و حیرت هیئت ایرانیان مذاکره کننده برای بیش از نیم قرن دیگر مالک نفت ایران شده بود و بر طبق این قرارداد دولت انگلیس می توانست تا سال 1372 شمسی نفت ایران را استخراج کند.
پس قرارداد دارسی چون ققنوسی از آتش بخاری جلسه لغو قرارداد بیرون جسته و به یکی از استعماری ترین قراردادهای ایران تبدیل شد. در فاصله سال 1908 تا 1948، 40 سال، این ارقام درآمدهای بی پی رو تشکیل میده، هزینه هاش و ارقامش. 170 میلیون لیره مالیات به دولت انگلستان، 115 میلیون لیره سود به سهامداران، 500 میلیون لیره سرمایه گذاری در جاهای دیگه، 105 میلیون لیره به دولت ایران. 1 میلیارد لیره سود کرد و ما چیرمون اومد؟ 105 میلیون لیره. روزنامه جات طرفدار رضا شاه که در این مدت از پاره شدن و سوزاندن کاغذهای قرارداد دارسی نوشته بودند، به کل خاموش شدند. در این فاصله دولت انگلیس نیز تمایلات تازه رضا شاه به متحدین آلمان و مهندسین آلمانی را با نگرانی دنبال می کرد و بالاخره زمانی که نیاز بود تجهیزات جنگیش را به سمت مرزهای روسیه بفرستد، تصمیم به اشغال کامل ایران گرفت. پس تمایل متفقین به برداشت کامل گنجینه نفت ایران باعث انتقال قدرت از رضا شاهی که دیگر مثل سابق قابل اطمینان نبود به ولیعهد جوانی شد که توان مقابله با خواست دول متخاصم را نداشت. در آن روزهای قحطی و اشغال ایران که رضا شاه مخلوع مستعصل و غمگین به سمت جزیره موریس می رفت، تنها جایی که هنوز چند برابر ظرفیت کار کرده و در حال سوددهی بود همین پالایشگاه قدیمی آبادان بود. این پالایشگاه در جنگ ملل دوم درصد بالایی از سوخت مورد نیاز متفقین را تأمین کرده و باعث شد که نفت ایران به عامل مهمی جهت به عقب راندن ارتش آلمان تبدیل شود. گفتنی که این طلای سیاه به آهستگی جای خود را در اقتصاد ایران باز کرده و به یکی از منابع مهم درآمد دولت تبدیل شد. بخش‌های زیادی از این درآمدهای نفتی هیچگاه مورد حسابرسی قرار نگرفته و تنها پس از خروج رضا شاه از کشور مشخص شد که مبالغ بسیاری از این سود در بخش‌هایی مانند ارتش هزینه شده و یا به حساب‌های شخصی شاه در لندن واریز شده است. زیرا در تمام این سال‌ها ارتش برای شاهی که هرگز بدون لباس نظامی دیده نشد مهمترین نهاد محسوب شده و بیشترین وقت و سرمایه مملکت مصروف آن می شد. این قرارداد به شدت به زیان ملت ایران بود. کمترین سودی برای ملت ایران نداشت. برای رضا شاه چی داشت؟ برای خودش هیچ. فقط به سلطنت باقی ماند. گویی رضا شاه که در میان قزاقان رشد کرده و از 14 سالگی خانه مادری را به قصد آموزش نظامی ترک کرده بود، تنها در میان قوای نظامی احساس آرامش می‌کرد. اما نیروی قزاق که رضاخان ماکسیم را رشد داده و او را به بالاترین درجات نظامی رسانده بود، در سال 1258 شمسی و به دستور ناصرالدین شاه شکل گرفته بود. زمانی که شاه پهلوی کودکی 2 ساله بود و شاه قجر در سفر به روسیه، برای اولین بار قشون قزاق را به چشم دید و با روزها قراردادی برای آموزش سپاهیان ایرانی بست. تا پیش از شکلگیری قزاقخانه، قشون ایران مجموعه‌ای بی‌نظم از تفنگچیان ایلات و عشایر بود و طبعاً یارای هماوردی با ارتش آموزش دیده دول خارجی را نداشت. هرچند
سربازانی که قزاقخانه روسی تربیت کرده بود کم سواد و نیاموخته و گوش به فرمان فرماندهان روس بوده و تنها به نیروی برای سرکوب مخالفان دولت قاجار تبدیل شدند. پس لیاخوف فرمانده روس قزاقخانه به دستور محمد علی شاه مجلس را به توپ بسته و سربازان جوانی چون رضاخان ماکسیم را به عنوان مسلسلچی به سرکوب مشروطه‌خواهان تبریز فرستاد. پس از مدت‌ها جنگ داخلی و قشونکشی قزاقان، اما بالاخره محمد علی شاه و سربازانش شکست سختی خورده و کشور به دست همان تفنگداران غیر نظامی ایلات و عشایر افتاد. در همین زمان نیروی نظامی دیگری هم در ایران و تحت نظر افسران سوئدی آموزش می دیدند که از تحصیل و امکانات بهتر آموزشی برخوردار بوده و محبوبیت بیشتری نزد عموم مردم داشتند. همین محبوبیت در زمان جنگ ملل اول باعث برخی درگیری ها بین قوای قزاق و نیروهای ژاندارمری شد. درست بعد از آن که نیروهای روسیه و انگلیس و عثمانی بدون توجه به اعلام بی‌طرفی ایران از مرزها گذشته و کشور را اشغال کردند. رضاخان هم که فرمانده قزاق‌های آتریاد همدان بوده به دستور فرماندهان روسی به جنگ نیروهای ژاندارمری رفته و شکست سختی خورد. اما در همین زمان انقلاب بلشویکی روسیه باعث متزلزل شدن قدرت قوای روسی شده و این بار رضاخان به دستور سیاسیون بریتانیایی برای کودتای کلرژه و فتح قزاقخانه اعزام شد. هرچند دولت مردان انگلیسی دیگر قزاق گوش به فرمان و توانا را شناسایی کرده و با کمک نیروهای تحت فرمان او در سوم اسفند 1299 باعث و بانی کودتای زمستانی و تشکیل کابینه سیاه سید ضیاءالدین طباطبایی شدند. اولین اقدام رضاخان میرپنج بعد از رسیدن به سردار سپهی ادغام نیروهای نظامی و انحلال همان ژاندارمری بود. او قشونی از 5 لشکر به وجود آورده و فرماندهان آن را از میان فرماندهان قزاقی برگزید که در این سالها در معیتشان جنگیده بود. و برای همین هم بود که هر موقع قدرتش با تهدید حالا مجلس یا نیروهای سیاسی مواجه می شد قهر می کرد و این امیرای لشکر تهران و سیاستمدارای مقیم تهران رو تهدید می‌کردن. یعنی می‌گفتن دیگه شما انتظار نداشتید که ما امنیت رو حفظ کنیم. یه چند تا ناامنی و آشوب و اینا هم که رخ می‌داد و مجبور بودن سیاستمدارا برن سراغ رضاخان و اونو برگردونن. یکی تو ماجرای استیزاش که معتمد و تجار در واقع نماینده تبریز به اصطلاح گفت که یه سری اتفاقاتی در منطقه آذربایجان افتاده که اسم نبرد که به اصطلاح در واقع رضاخان به عنوان وزیر جنگ یه سری رفتارهای غیرقانونی انجام داده که اونجا سید حسن مدرس گفتش که شما نگرانید اسم ببرید، من اسم برم، این آقا وزیر جنگ آقای رضاخانه. ولی اونجا اون حرف معروف و مهمشو زد که ایشون منافع و مزاری دارد. بعد از این استیزا است که رضاخان میره رودهم و بعدش همین فرماندهان امیران لشکرش تهدید میکنن که میرن برش میگردن و باز هم این در واقع تجربه رو تو ماجرای پس از جمهوری خواهی هم تکرار کرد. بازم قهر کرد رفتش رودهم که دوباره به خاطر اینکه تهدید میکردن که ما
مرزا و نمیدونم سرحدات رو رها میکنه، ما دیگه ضامن امنیت نیستیم، این خودش فشاری علیه در واقع سیاسیون بود. و به قول علی اکبر داور توی روزنامه مرد آزادش، اهمیت و امتیاز نظامی ها به سیاسیانه که سلسله مراتب دارن و یک نفر با یه حکم میکنن میتونه همه اونا رو تحت اطاعت خودش در بیاره. تحولات بعدی ارتش هم بدون برنامه و انسجام اتفاق افتاده. سازمانی قدرتمند اما نقد ناپذیر به وجود آورد که همراه شاه تازه در همه امور صاحب نظر و رأی بود. سپهبد امیر احمدی از همراهان رضا شاه در ماجرای کودتای سوم اسفند و یکی از پایه‌های مهم ارتش پهلوی بوده که مسئولیت خلع سلاح و سرکوب عشایر غرب کشور را به عهده داشت. مردم او را قصاب لرستان می‌خواندند، مردی که فرمانبردار و در خدمت یار قدیمی بود و در کنار او برای قدرت گرفتن حکومت مرکزی جنگیده و از هیچ اقدامی جهت سرکوب سران قدرتمند عشایر مضایقه نداشت. ما در تاریخ چندین مورد داریم که سران رضاخان در شهرهای مختلف به سران عشایر اماننامه دادن، حتی پشت قرآن امضا کردن دادن، دعوت کردن اومدن که قضا دور هم بخونن، یه توافقی بنویسن، بعد از قضا همه رو بردن اعدام کردن. یعنی گفتنش باور نکردنی، شما اگه بشنوید باورتون نمیشه. بعد از این که سرکوب میکنه، عده زیادی کشته میشن، بعد خیلی تسلیم میشن، آخرین قلعه، قلعه مهراب خان، عباس البرز یه قرآن میفرسته، امضا میکنه به عنوان امانت، امان نامه خدمت پیش کسانی که تو اون قلعه متحسن شده بودن. 70-80 نفر از قلعه میان بیرون، عده میمونن، میان بیرون خودشون رو تسلیم میکنن، یه میدانی درست میکنه، یه صندلی میذاره و یه سیگار روشن میکنه، رو میکنه به نظامیاش. این توی همه اسناد داری پهلوی اومده، میگه تا این سیگار رو تمام نکردم شما این 70-80 نفر رو تمام کنید. و سربازا با سرنیزه و گلوله به جان این 70-80 نفر میگفتند از 4-5 دقیقه همه رو میکشن. رضا خان قتل عام میکرد، نسل بر میداشت. ببینید تو جمعیت 20 میلیون 30 میلیونی نبود، حتی 8 میلیون کل جمعیت ایران بود. رضا شاه از این جنایات حمایت میکنه. در تنگ ظاهرشیر وقتی که 400 خوردی نفر از عشایر مظلوم بیرانوند رو میکشن و صدها جوانشون رو اسیر میگیرن، امیر احمدی انگار که برده گرفته، نامه می نویسه واسه زمینداران بزرگ لرستان که اگر به دهقان و کارگر احتیاج دارید به ما بگویید، من از جوانان ایل می فرستم. انگار برده گرفته، انگار از ایل گرفته. اما پس از این سرکوب ها میل شاه تازه به تصاحب اموال و زمین باعث قدرت گرفتن بیشتر قوای نظامی شده و بزرگانی چون اقبال و سلطنه ماکویی، رئیس ایل بیاتهای ماکو و امیر معید سوادکوهی به بهانه اقدام علیه حکومت مرکزی توسط همین قوا کشته شدند. ایلات و عشایر هم که به گواه تاریخ سد نفوذناپذیر مملکت در مقابل غرایب بودند، قلع و قمع شده و با کمک قوانینی نیروی جوان و توان حرکت در زمان کوچ را از دست دادند. از سال 1307 تا 1312 40% بودجه کشور اختصاص به نیروی نظامی پیدا میکنه و تجهیز قوای نظامی و ارتش نوینی که رضا خان برای ایجاد اون هم و غمش رو اجرا کرد و انگلستان همینو میخواست.
حفظ منافعش در کنار عنصر بومی. شما کنید ارتشی که بسیار شما که خیلی انگوش میذارن که این همه هزینه و نمیدونم اینها، ارتشش متلاشی شد در مقابل به اصطلاح یه هجوم خارجی. اصلا ایجاد ارتشی که در دوره رضا شاه به اصطلاح به عنوان دغدغه بود، بیشتر برای غلبه بر نیروهای عشایری و ایلات بود. ارتش همه کار بود، ارتش همه کار بود. هر جایی که ارتش بود رضا شاه احساس اقتدار به اطمینان میکرد. اصلا میگفت کسی حق نداره از شهربانی و از ارتش بشه من شکایت بکنه. اما اجرای قانون نظام وظیفه در سال 1304 شمسی و سربازگیری که با اعتراضات زیادی همراه بود، بعدها به تشکیل نیروهای زمینی و هوایی و دریایی ارتش پهلوی انجامید. اما اینکه چرا نیروی هوایی که در سال 1301 با ورود هواپیماهای یونکر آلمانی به فرودگاه قلعه مرغی تأسیس شده بود و نیروی زمینی که در شهریور 1320 18 لشکر با 127 هزار نیروی پیاده داشت در هنگام ورود متفقین تار و مار شدند، پرسشی است تلخ. ارتش بزرگی که بیش از یک سوم بودجه سالانه کشور و امکانات کارخانجات اسلحه سازی و فشنگ سازی را صرف سرکوب گسترده اقوام در لرستان، آذربایجان و کردستان می کرد. ما تو تاریخ خوندیم که در زمان صفویه شروع کردیم برادران شلی برای ما توپ ساختن و در دوران قاجار هم ما توپ داشتیم، حالا کیفیت و کمیتش رو کار نداشتیم. چرا مایی که در زمان صفویه 300 سال پیش 200 سال پیش توپ میسازیم، در سال 1320 وضعیت اون به اینجا میرسه که فقط تفنگ M1 میسازیم و تازه برنور هم شروع کرده بود. مردم سلحشوری که در کمال غرور در مقابل سرکوب قوای پادشاهی می ایستادند، اما نه قدرتی مثل قوای نظام یافته ممالک روس و انگلیس داشتند و نه دلیلی برای جنگیدن با خودی. پس بمباران عشایر و ریختن اعلامیه تهدید و یا جنگ داخلی کمکی به قدرت گرفتن قوای نظامی ایران نکرده و این ارتش در مقابل متفقین بعد از 80 ساعت جنگ نابرابر تسلیم شد. شما انتظار دارید ارتشی که انگلستان طراحشه، این ارتش در مقابل انگلستان بیسته در جنگ جهانی دوم؟ اصلا چرا ایران در جنگ جهانی دوم اشغال متفقین شد؟ یک موضوعی که سطحی در تاریخ نگاه کنیم بگیم آقا چون رضا شاه منافع برای آلمان هم قرار داد، در نیمه دوم سلطنتش رو به طرف آلمانیا میبره و دیگه پشت به انگلیسی ها میکنه. این بهانه بود، چه آلمانی ها بودن چه آلمانی ها نبودن، متفقین کشور ما را اشغال میکرد. دلیل اصلی چون شوروی در مناطق غربیش با آلمان درگیر شد، آلمان وارد خاک شوروی شد، هیچ راهی نبود برای نجات شوروی الا ایران. پل پیروزی شوروی تو جنگ جهانی دوم ایران بود. ایران پل پیروزی، با ایران پل پیروزی شد. اما پدری مردم شما در آوردیم با این پل پیروزی. پل پیروزی میخواین چیکار؟ اولین تلفات در حمله متفقین به ایران به این ناوها وارد شد. پس غلامعلی بایندور فرمانده نیروی دریایی ایران در خرمشهر و برادرش یدالله بایندور فرمانده بندر انزلی در کنار باقی افسرانی که
عرق دفاع از میهن را داشته جان بر کف جنگیدند و کشته شدند. اما درود به شرف سرهنگ بایندور که بعد شهید شد، شد دریادار بایندور و برادرش که همینا رو وایسادن و حفظ کردن و این تحت شرایط بود که از تهران دستور ترک مخاصمه دادن. اونم تو اسکله خرمشهر 3 ساعت مقاومت کرد، روی اسکله کشته. پس متفقین از مرزها گذشته و به عمق ایران هجوم آورده و در این میان نیروهای مردم و عشایر غیور که 20 سال تمام سرکوب و خلع سلاح شده بودند، این اشغال را با دلی شکسته و دستی بسته تماشا کرد. در بامداد 3 شهریور 1320 شمسی، کشور بزرگ ایران به سرعت به اشغال متفقین درآمد. جنگی که بعدها به جنگ 80 ساعته و بی‌بدیل در تاریخ جنگ‌ها شمرده شد. پس از آن بسیاری از فرماندهان لشکر بزرگ رضا شاه از پادگان‌ها گریخته و صدها سرباز خلع سلاح شده و در گرمای کشنده بدون آذوقه رها شدند. رضا شاه هم با ناباوری این فرو ریختن یکباره قبیله نظامیش را به چشم دیده و دستور به ترک مخاصمه داده، سپس سلطنت را واگذار کرده و به درخواست متفقین به تبعیدی ناخواسته رفت. پشت سر پادشاه تبعیدی اما شعله پالایشگاه آبادان کماکان می سوخت و زمین جنوب و شمال ایران به خون سربازان جوانی لکه‌دار بود که روزی با تمام وجود در مقابل نیروهای متجاوز ایستاده بودند.